سلام بر شما، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در پنجشنبه 9 جولای 18 تیر ماه با نگاهی به کارنامه مدیریت توافق هسته‌ای در ایران. در حالی که گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در آستانه یک توافق تاریخی قرار گرفته و حتی گمانه‌زنی‌ها درباره پیامدهای داخلی بین‌المللی و منطقه‌ای اون آغاز شده، یک پرسش کلیدی تر وجود داره: ایران این راه پرفراز و نشیب رو چگونه پیمود و چرا از میز مذاکرات رو ترک کرد و چرا به میز مذاکرات برگشت و تحریم‌های بین‌المللی رو تحمل کرد؟ چه کسی یا کسانی، کدام بخش از نهاد حکومت در این رفت و برگشت و توافق نقش کلیدی ایفا کردن و نقش مهمتری دارن؟ اما در فیسبوک افق ما از شما پرسیدیم به نظر شما کدام نهاد در انسداد یا پیشبرد مذاکرات نقش بیشتری داشته است؟ آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 84%، دولت آقای خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی با 16%. اما میهمانان امروز برنامه افق، آقای جان لیمبرگ دیپلمات پیشین که در استودیو با ما هستن، آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین که از فنلاند هلسینکی به ما ملحق خواهند شد، و آقای علی علیزاده پژوهشگر و تحلیلگر علوم روابط بین الملل و مسائل سیاسی. با سلام و خوش آمد به هر سه میهمان برنامه. آقای لیمبرگ، اجازه بدیم بحث رو از این نکته آغاز بکنیم. شما به عنوان یک دیپلمات اگر که بخوایم به این کارنامه امتیاز بدین، نمره بدین، چه جوری تقسیم میکنید؟ والا سوال خوبی مطرح کردین. ما دیدیم که واقعا دو طرف یک دوره 34 سال پشت سر گذاشتن. من میگم 34 سال بیهودگی، یعنی نتونستن با هم حرف بزنن به طور مثبت. هر وقت شروع کردن به بنبست رسیدن، مثلا درباره افغانستان یا در مورد عراق و همینطور در مورد مسائل هسته‌ای، تا تقریبا دو سال پیش که این الان روندی که امروز می‌بینیم، مذاکره که امروز می‌بینیم، از تقریبا دو سال پیش شروع شده. حالا چرا این عوض شده؟ چرا طرف ایرانی مثلا حاضر بود راه روندشون عوض کنن؟ اینو اول در مورد اول از خودشون باید پرسید. ولی من نظر بنده اینه که این مسئله بقای رژیم در کار اینجا در کاره. یعنی الان شما فکر میکنید از 1979 تا امروز یک گروه به خصوصیه، تقریبا 25-30 نفر بر سر کارن، عوض خب پستشون عوض میشه ولی افراد عوض نمیشه، و اینا بالاخره بعد از 30-35 سال خوششون میاد قدرت داشته باشن، خوششون میاد تو قصد بشینن، میخوان یک کاری بکنن که بقای خودشونو تضمین کنن. و فکر کنم اگر لازم باشه روند و روکردشون عوض کنن، همین تصمیم گرفتن و همین کارو کردن. یعنی در واقع شما میگین که اگر توافق هسته‌ای در وین صورت بگیره، یک بخشی از اون تضمین امنیتی برای آینده سیاسی رژیم ایرانه؟ من فکر میکنم اینطوری تصمیم گرفتن. اگر نه هیچ وقت موافقت نمیکردن به آقای روحانی و آقای ظریف و اکیپشون، به هیچ وقت اجازه نمیدادن که به اینقدر پیشرفت کنن و بشینن با طرفای مثلا نه تنها گروه 5+1، با حتی با طرف آمریکایی اینطوری بشینن صحبت کنن. یعنی این طرز برخورد گروه ایرانیا با هم تای آمریکاییشون در این 36 سال، در این 6 سال پیش تقریبا بی سابقه است. آقای علیزاده بریم لندن. آقای علیزاده، ما امروز دو تا مهمان آقای علیزاده داریم، بنابراین من باید در کنترل بحث هم
سعی بکنم که اشتباه نکنم. آقای علیزاده، از شما نقل قولی در شبکه‌های اجتماعی هم هست در مصاحبه‌ای از آقای آیت الله خامنه‌ای به عنوان معمار بزرگ هسته‌ای یاد کردیم. بر مبنای دیپلماسی واقعی، آنچه که در دیپلماسی واقعیت داره، در واقع هزینه و فایده این توافق برای آقای خامنه‌ای و ملت ایران چه جوری بوده؟ تا به حال صحبت از هزینه و فایده کردن کار سختی چه بسا، چون هزینه تا به حال هزینه ها رو بوده، ما هزینه ها رو دیدیم، ولی فایده ها هنوز مانده تا در واقع به ثمر برسه. ولی یک فایده کوچک من بگم، آقای لیمبرت هم اونجا هستن و به سیاست خارجی آمریکا از من بسیار آشناتر. خطر حمله نظامی به ویژه نومحافظه‌کاران آمریکایی به ایران در بین سالهای 2001 تا 2008-2009 خطری بیهوده، دروغین یا بزرگ نمایی شده نبود، خطری واقعی بود. و همین که میبینیم که گزینه نظامی به رغم تمام هیاهوها عملا روی میز نبوده، نشون میده که بخشی از سیاست خارجی دراز مدت جمهوری اسلامی ایران که بنده گفتم معمارش آیت الله خامنه‌ای عمل کرده، درست بوده. ولی ببینید چند مسئله خواهد بود. آقای لیمبرت گفتن که این مسئله چند سی نفر چه نفر زمامداران جمهوری اسلامی ایرانه، در مورد اینکه جمهوری اسلامی نظامی غیر دموکراتیکه و حلقه بسته ای نه به اون 30-40 نفری که آقای لیمبرت میگه، بسیار بزرگتر از این حرف هستن، بسیار تعدادشون بیشتره، ولی با این حال حلقه بسته ای هستن، شکی نیستش. ولی مگه آقای لیمبرت جنگ ویتنام، جنگ عراق، همه رفتارهای سیاست خارجی آمریکا در 100 سال 50 سال گذشته منافعش مستقیما به تک تک مردم آمریکا رسیده؟ مسلما منافعش به دست بالادستی ها رسیده، به دست کسانی که قدرت رو در نهایت بین دو حزب رسمی و بین سرمایه‌دارانی که پشتشون هستند در اختیار خودشون قرار دادن. این واضحه که نظام آمریکا، نظام سیاسی آمریکا، نظامی کاملا دموکراتیک نیستش، نظامی آریستوکراتیک دموکراتیکه. یعنی شما اول دو نوع از حزب داریم و افراد مختلف در اونجا هستن، ما میتونیم بعد بینشون انتخاب کنیم. برای همین عملا همه جا سیاست های خارجی بقای نظام های خاصه، سیاست خارجی عربستان، سیاست خارجی ترکیه، مسلما نفعش مستقیما به همه مردم نمیرسه. اما در مورد ایران حرف بزنیم و این مقدار جدیتر در مورد ایران حرف بزنیم، مسئله ای که ایران از سال 1368 پس از فوت آیت الله خمینی و عبور از بخش اون دهه اول بسیار ایدئولوژیکش داشت، ورود ایران به بازارهای سرمایه بود و این ورود الان حدوداً 24-5 ساله که به تعویق افتاده. ایران 28 بار 30 بار تقاضای ورود به سازمان تجارت جهانی کرد، به تعویق افتاد. ایران بارها تصمیم گرفتش برنامه توسعه اول، دوم، سوم، الان به ششم رسیده، سرمایه گذاری خارجی بیاد و غیره، به تعویق افتاد. مسئله اینه که اقتصاد و امنیت با همدیگه پیوندی تنگاتنگ دارن و همینطور حتی توسعه سیاسی و امنیت با هم ارتباطی تنگاتنگ دارن. تا لحظه‌ای که ایران خطر حمله نظامی از خارج، خطر کمک دولت‌های بزرگ مثل آمریکا برای فروپاشی نظام سیاسی و براندازی رو داشت، مسلماً همه اینها به تعویق افتاد. اما شما چه می‌کردید؟ اگر شما جای شرکت شل یا شرکت‌های بزرگ بودین در کشوری که یک روز در میون صحبت از براندازی حکومتش توسط سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات می‌شد یا صحبت از حمله نظامی می‌شد، سرمایه‌گذاری می‌کردید؟ نه، نمی‌کردید. من معتقدم که اگر چه آقای خامنه‌ای به خودش فکر کرده باشه یا غیره، منافع این رو مردم ایران هم خواهند دید. اما من شخصا معتقدم آقای خامنه‌ای یک کلاسیک و یک محافظه‌کار کلاسیکه، چیزی در حد کیسینجر. مسلما فقط منافع، بله، آقای خامنه‌ای معتقدن که برای حفظ ایران نظام جمهوری اسلامی آقای علیزاده یعنی شما این رفت و برگشت رو یک استراتژی میدونیم که تاکتیکشه، بخشی از تاکتیکش هم رفتن ترک میز مذاکرات در زمان آقای جلیلی، آقای احمدی نژاد بود و بازگشت در زمان آقای روحانی؟ من میتونم در مورد این قضیه وارد جزئیات چیم و توضیح بدم، ولی مسلما نگاه آقای خامنه‌ای در سالهای 2003-2004، یعنی 84 و 85، این بود که آمریکا در شرایطی نیست که بتونه به ایران همون لحظه حمله کنه و ما میتونیم دست بالا رو بگیریم، ما میتونیم لحنی تخاصمی تر، مهاجمانه تر و به شکلی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی بریم. من منظورم این بود ما به اون سمت بریم. کمک به انتخاب آقای احمدی نژاد حتی که میتونست
حداقل برای بخشی از جامعه ایران اجماعی نسبی در اطراف مسئله هسته‌ای به وجود بیاره تا حدی اون رو نمیگم ملی 100% ولی 50% جامعه ایران در برهه‌های زمان از طریق پاپولیسم آقای احمدی نژاد علاقه پیدا کردن به مسئله هسته‌ای. نشون میده که سیاست داخل ایران هم در 10-12 سال گذشته تابعی از مسئله هسته‌ای و سیاست خارجی بوده. قضیه اینه که این گره کور باید زمانی باز میشد. رابطه ایران و غرب از این حالت نه جنگ و نه صلح باید زمانی خارج میشد و برای اینکه این کار انجام شه بحرانی به وجود اومد، بحرانی بسیار جدی که تا آستانه جنگ رفت و این بحران رو کسی مدیریت کرد. به نظر من، من نمیگم شخص آقای خامنه‌ای مثل یک خیمه شب باز از بالا همه کارو کرده، حتما بین گروه‌های مختلف داخل و خارج مانورهای متعددی داده. برمیگردیم، اجازه بدین آقای علیزاده، برمیگردیم به این بس. آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران از هلسینکی فنلاند، پژوهشگر در دانشگاه هلسینکی. آقای علیزاده خوش آمد میگم به شما. به نظر شما آیا این مدیریت توافق شده، پیش بینی شده و به صورت یک نقشه راه کشیده شده بود یا اینکه بر حسب حادثه شکل میگرفت؟ من مایل هستم مخالفت کنم با دوست عزیزم و همنام عزیزم آقای علیزاده. گمان میکنم در مداری که ما قرار گرفته بودیم در تک تک سخنرانی های آیت الله خامنه‌ای، شاید بلا استثناء ایشون کلمه واژه دشمن رو به کار میبردن و مخاصماتی که با آمریکا ابراز میکردن، دشمن شناسی رو تدریس میکردن سر سپاه و بسیج و اینها، این نرمش قهرمانانه ای که ایشون اجازه داد و تیم هسته‌ای رو تا اینجا حمایت کرد و بچه های خودمون هستن، غیور هستن، شجاع هستن، این تلقی رو برای برخی ایجاد بکنه که خب پس این مدال رو به سینه آقای خامنه‌ای بیاویزیم، به این معنی که ایشون یک پروژه بازدارنده هسته‌ای رو جلو برده، حالا هم به موقع خودش داره نرمش انجام میده و بنابر این به هر حال کار بزرگی کرده باشه. حالا اگر من بخوام سخن نقیض برای فرمایشات ایشون بیارم، ای کاش منتظر باشیم و ببینیم که این مذاکرات بیاد بیرون، بعد ببینیم ایران چه امتیازهای کلانی رو داده که برام قابل تصور هستش، این رو اون وقت مقایسه بکنیم با زمان آقای هاشمی رفسنجانی که یکی در زمان ایشون یک دور مذاکراتی تحت عنوان مذاکرات انتقادی بین ایران و اتحادیه اروپا، یعنی هنوز آمریکا هم تو وسط بحث نبودش، بین ایران اتحادیه اروپا تحت مذاکرات انتقادی برگزار شده بودش، 12 دور در تهران و کشورهای پایتخت‌های اروپایی، و آقای خامنه‌ای تحمل همین رو نکردش، در یک سخنرانی ایشون وارد بحث شدن و گفتن که هی میگفتن انتقاد انتقاد این چه معنی هستش و من جلوشو گرفتم. خب بدیهی هستش وقتی که مذاکرات انتقادی رو در حد بحث‌های خیلی عادی، یعنی اگه مقایسه بکنیم با بحث‌های امروز که این همه فشرده شده و 21 ماه طول کشیده و خدا میدونه چه امتیازاتی داده شده و خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده، که به هر حال من با کلیت مذاکرات موافق هستم، امیدوارم که این مولود متولد بشه، خب این خصومت از کجا شکل گرفته؟ اقلا آقای هاشمی رفسنجانی کسی بودش که در دوران ایشون، زمانی که قدرت برتر رو در دست داشتن، به هر حال مکفارلین رو به تهران دعوت کردش، به هر حال مکفارلین آمدش، آقای ریگان پشت قرآن امضا کردش که ما به دنبال سرنگونی رژیم نیستیم، همونی که امروز نهایتا آقای خامنه‌ای امتیاز گرفته باشه که رژیم چنج تو برنامه ایالات متحده نیست، اونم تو برنامه آقای اوباما وجود نداشته باشه. وقتی مذاکرات انتقادی به درق بسته خوردش و ایران با اتحادیه اروپا نتونست مذاکره بکنه، خب اون بحث مهار دوگانه آقای کلینتون پیش آمدش و اون بحث پروژه داماتو که آمریکا آمد گفتش که 40 میلیون دلار بیشتر حق نداره که در کشورهای جهان در گاز و نفت ایران سرمایه گذاری، هی به طرف خصومت بیشتر رفتیم که حالا امروز برسیم که چه کنم. من یکی از من پرسه شما مسئله بحران هسته‌ای رو چی معنی می‌کنی، گفتم یک کلام و سلام نامه تمام، و اون که بحران هسته‌ای یعنی یک دیوانه سنگی رو انداخته در چاه، 40 تا عاقل نمیتونن در بیارن. این اگر قرار باشه که قبول دارم بحث بازدارندگی، هم بحث موشکی ایران هم بازدارندگیه،
بحث هسته‌ای ایران هم مسلماً بحث بازدارندگی هستش، کسی در این تردید نداره. اما اگه قرار باشه این مدال رو به سینه کسی بیاویزیم، بایستی به سینه آقای هاشمی رفسنجانی بیاویزیم، به خاطر اینکه کلید زننده پروژه هسته‌ای ایران همون در بحث ساده هسته‌ای و بوشهر رو راه انداختن، اصلا نرفته، هنوز نرفته بود به طرف آب سنگین و سوء تفاهمات غیر صلح‌آمیز. آقای هاشمی این پروژه رو راه اندازی کردش، آقای هاشمی وارد مذاکرات انتقادی شدش، آقای هاشمی کسی بودش که قدرت چانه زنی رو داشتش که مکفارلند به تهران میادش. اون موقع خامنه‌ای کجا تو این مذاکرات بودش؟ البته بعد از اینکه دوران آقای هاشمی سپری شد، بعد از اینکه آقای هاشمی به حاشیه رانده شد، قدرت او کاسته شدش، طبیعی هستش از نظر ساختار اداری آقای خامنه‌ای در رأس قرار داره و الان قدرت بلا منازع ایشون هستش. و این در حال حاضر هم، در حالی که میبینیم آقای هاشمی هنوز صراحت لهجه داره، میگه که با آمریکا باید رابطمون رو عادی بکنم، چقدر بهش بد و بیرا و ناسزا دارن میگن، اما آقای خامنه‌ای هنوز گنوزه وسط این خط رو گرفته، یکی به میخ میزنه، یکی به نل میزنه که اگر فردا انتقاد به ثمر رسید فایده داشت، میگه که بالاخره ما فهمودیم که نرمش قهرمانانه و بالاخره ما موافقت کردیم، اگه خراب شد بگه من که گفته بودم با آمریکا اعتماد ندارم. اجازه بدیم برمیگردیم به این بسای علیزاده. آیه لیمبرت واقعا بازدارندگی هسته‌ای رو پذیرفته آمریکا به نظر شما؟ بازدارندگی؟ بله. آخه مسئله این مسئله اینه، مسئله شما اول این مسئله رو مطرح کردین، شما فکر کنیم که همین گروه زمامداران جمهوری اسلامی عوض نشده، عوض اینا همون هستن که بودن از همون اوایل. خب البته بعضی در اثر سن و گذشت زمان از بین رفتن، ولی اصولا اون گروه رهبری هنوز هم هست و اون عوض نشدن. پس چرا اصلا خط و جهت سیاسی رو عوض کردن؟ چرا حاضرن یه کارایی بکنن، مثلا با آمریکا بشینن و گفتگو کنن که مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش حاضر نبودن، آماده نبودن؟ مثلا همون آقای برنز معاون وزارت خارجه ما که میرفت برای جلسه مثلا تو استانبول یا آلماتی و اینا، این همتای ایرانیشون یعنی آقای جلیل حاضر نبوده به طور دو جانبه بشینه باش مذاکره کنه. چرا این عوض شده؟ چرا به نظر شما؟ خب حالا فکر شما، شما فکر میکنه که رهبران جمهوری اسلامی برای مردم عادی دلشون میسوزه یا نه؟ یعنی به فکر دلشون میسوزه که با بیکاری، با تورم، با فقر، با گرانی، با بودن گذرنامه بی ارزش، تقریبا بی ارزش، پول بی ارزش، اینا دلشون میسوزه برای اونا یا خیر؟ این سوال اصلا مطرح میکنم، جوابش که خودتون شاید بهتر، خودتون بهتر میدونید. اینا مثلا دلشون میسوزه ولی یا اولویت دیگه دارن، و اولویت همون که اینا بمونن روی قدرت و بمونن توی قصرشون، چون اونا بالاخره شاید به مردم میگن شما مثلا باید یه چیزایی بکشید، یه مشکلاتی بکشید، ولی خودشون هیچ حاضر نیستن یه خودکشی سیاسی بکنن. اینا میخوان بمونن و این اگر ایجاب کنه که خط و جهت سیاسی، خط مشق سیاسیشون 180 درجه تغییر بدن، حاضرن این کارو بکنن. آقای علیزاده، به نظر شما با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای همه برگ‌هاشو در سال 92 آورد به میدون، یعنی آقای جلیلی کاندید شد، آقای قالیباف کاندید شد، حتی آقای ولایتی هم کاندید شد، به نظر شما انتخاب حسن روحانی این روندی رو که شما ترسیم میکنید و به تعبیر شما در واقع یک روند از پیش تعیین شده و قابل پیش بینی هست، هیچ تغییری درش ایجاد نکرد؟ یعنی حتی اگر هر دولتی، حتی سعید جلیلی هم انتخاب میشد به عنوان رئیس جمهور، ایران برمیگشت به میز مذاکرات؟ نه، شما دارین یک مدلی رو به من منسوب می‌کنین که من هرگز نگفتم. نگفتم همه چیز از پیش تعیین شده.
گفتم در میان بازیگران بسیاری که موجود بودن، آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که تمام قدرت هم در اختیارش نبوده، باید بین تندروتر از خودش و نیروهای میانه، بین مردمی که در اون زمانها حداقل از سال 88 به بعد عصبانی تر بودن، طرفدار نیروهای حتی تندتر اصلاح طلب بودن مثل موسوی و کروبی، بین خارج از ایران، بین نیروهای غربی مختلف، بین همه اینها بازی کرده. یعنی هر کسی دستش محدود بوده. آقای خامنه‌ای من گفتم بهتر از بقیه بازی کرده. در سال 92 هم اگر شرایط متفاوت بود احتمال داره که مثلا باز ترجیح میداد که از آقای روحانی تندتر بیاد. آقای روحانی، آقای رفسنجانی، چیزی که آقای حسین علیزاده ازشون حرف میزنه، کسانی هستن که طرفداران خیلی جدی ادغام در جهانی شدن هستن. حالا من نمیگم این خوبه یا بده، یه مقدار کوربینی ایدئولوژیک دارن. این آیه حرفای آیه حسین علیزاده، من واقعا با عرض معذرت، حرفای کودکانه ایه. به عنوان کسی که شما دیپلمات این کشور بودین، حرفا واقعا حرفای درستی نیستش. اول آیه حسین علیزاده که میگن من طرفدار توافقم، تا لحظه آخر تلاش کردن که به این توافق ضربه بزنن. آخرین بار مصاحبه ایشون با روزنامه وال استریت جورنال رو شما بخونید، سرتیترش اینه که دولت ایران دولت دروغگوه، و بعد مصاحبه آقای حسین علیزاده میاد از روی تجربه شخصیشون. برای همین افرادی مثل ایشون که اتفاقا در همین نظام بزرگ شدن، وقتی از نظام قهر کردن و راندهاشون قطع شد، بزرگترین دشمنان همین نظام شدن. ماها که محسوفین دهه 60 بودیم، آقای علیزاده، اجازه بفهمید. ببینید، ما نمیتونیم بحث کارشناسی رو به سلیقه شخصیمون و تحلیل‌های شخصیمون تقلیل بدیم. شما یک کارشناس روابط بین‌الملل هستین، ما دعوت کردیم در این برنامه، در این ساعت پربیننده و لحظات حساسی که برای مردم ایران هست، صداهایی رو بشنون که متفاوته و این تحلیل‌ها میتونه راهگشا بشه در آینده‌شون. بنابراین این که ما تقلیل بدیم، اجازه بدیم که من این حرف رو قطع بکنم و از شاید از طرف شما از آقای حسین علیزاده پوزش بخوام به خاطر اینکه بحث شخصی شد، اما اجازه بدیم که من برای ایجاد آرامش در برنامه از شما خواهش کنم که چند لحظه آرامش خودتون رو حفظ بکنید. از آقای حسین علیزاده بخوام که آقای علیزاده، آقای هاشمی رو شما نقشش رو عنوان کردین، اما آقای هاشمی در زمان آقای خاتمی از طرف اصلاح طلب‌ها هم به حاشیه رانده شده بود، بعد 8 سال بعد هم باز در زمان احمدی نژاد هم به حاشیه رانده شده بود. چطور ممکنه که این استراتژی که شما اعتقاد دارین که در زمان هاشمی ترسیم شده، به عنوان اولویت اول نظام از طرف آقای خامنه‌ای دنبال شده باشه؟ ببینید، مغز متفکر جمهوری اسلامی در یک کلام آقای هاشمی رفسنجانی است و بس. یعنی اگر بخوایم نمره بالا رو بدیم در بین رهبران سیاسی درجه یک کشور، شما مغز نخبه سیاسی به معنای کلمه نخبه سیاسی شما در آقای هاشمی میتونید پیدا کنید. حالا از خوشش بیاد از بدش بیادش بحث دیگری هستش. به معنی کسینجر بودن من فکر میکنم آقای هاشمی هستش، به این دلیل که ایشون سیاست رو به معنی ریل پالیتیکس رو لمس کرده، عمل میکنه. شاید در دانشگاه درس نخونده ولی داره عمل میکنه، چون یک تاجرزاده است. یک تاجرزاده چانه زدن بلده، میدونه بازار چه نوسانی داره، میدونه مردم که گرسنه نمیشن چه اتفاقی میفته، میدونه که اقتصاد حرف اول رو میزنه. خب حالا این رو بیایی مقایسه کنیم مثلا با آقای خامنه ای. آقای خامنه‌ای که هنوز تو بحران فتنه 88 ایشون گیر کرده و نمیتونه خودش از اینجا بیرون بیاره، و اگر نبود، من گمان دارم وجود آقای موسوی در هست، آقای کروبی در هست، داره خدمت به این کشور میکنه، به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای دو مشکل بزرگ رو جلوی چشم خودش میبینه: یک، بحران اجتماعی که رهبرانش رو در هست کرده، و دو، بحران اقتصادی که شورش گرسنگان احتمالاً براش پیش بیادش. حالا ایشون یاد نرمش قهرمانانه افتاده. این هیچ مدالی برای هیچ کس نمیاره. وگرنه جناب علیزاده عزیز، بحث من هم علاقه من به این هستم که مشکلات حل می شده، ولی واقعیت امر چی هستش؟ تو اون ریل پالیتیکس کی داره نقش ایفا میکنه؟ بگمان من وقتی که ما برگردیم به انتخابات 92 که مورد اشاره آقای سفیری بودش، در انتخابات 92 آقای خامنه ای و آقای هاشمی و البته با کمک آقای خاتمی آس خودشون رو رو کردن، وقتی که آقای روحانی رو تونستن هول بدن جلو. تا 3-4 روز قبل از اون اصلا آقای روحانی رو مرحله سوم و چهارم وجود داشت. یک دفعه رأی مردم به طرف اون رو برگشتش. این نشان جایگاه اجتماعی آقای هاشمی داره، و علل خصوص آقای خاتمی. فراموش نکنه آقای خاتمی وقتی که
آقای علیزاده اجازه بدین که آقای علیزاده از لندن بشنویم نظرشون. آقای علیزاده بفرمایید. عذرخواهی میکنم مجددا من برای ایجاد آرامش در برنامه شما رو قطع کردم. بفرمایید. صدا میکنم خواهش میکنم. آقای علیزاده بفرمایید. بسیار خب. ببینید اولا که رفتار آقای خامنه ای که در خلاء اتفاق نیفت. اولا که مدل مدلیه که مثل بازی بزرگان فقط آقای خامنه ای در مقابل آقای رفسنجانی. این مدل کافی نیستش. ما در میگیم اینها جفتشون بازیگرن، نیروهای اجتماعی مهمن، ولی ژئوپلیتیک منطقه هم هستش. من معتقدم در کلیه مدل ها هیچ گونه بحث شخصی هم نیستش، ولی معتقدم که ما کوربینی ایدئولوژیک داریم، به ویژه همه ما که با رابطمون هم از بیرون تحلیلگر خونسا نیستیم، هممون زندگی داشتیم در این تاریخ 30 ساله زندگی پر از زخمی هستش، برای همین تحلیل های ما تحلیل های بی‌طرفی نیستش. چرا من اینو میگم؟ سن و کوربینی من در میان مدل های موجود میبینم. یکی اینکه کوربینی به مسئله امنیت و به پارادایم امنیت، به ویژه پس از اصلاحات 76، زمانی که پارادایم آزادی و دموکراسی خیلی مهم شد، تا حد زیادی میشه گفت مسئله امنیت فراموش شد. دومی بهش که کوربینی به بستر تاریخی و ژئوپلیتیک ماست، و سومی هم کوربینی غیر دموکراتیک به بخش‌های دیگه از جامعه است که چه ما بخوایم چه نخوایم تا حدی حداقل از سال 57 به این ور درست ریزش هم داشتن، ولی طرفداران اعتقادی و نزدیک به نظام جمهوری اسلامی بودن. حالا به چه معنی؟ در دهه 70 که آقای حسین علیزاده میگن رفسنجانی میخواست این کارو کنه، آقای خامنه‌ای و اون ذهنیت امنیت محور معتقد بود که زمانی که داره انقلابای مخملی انجام میشه، پس از پایان جنگ سرد و باز کردن دروازه های اقتصادی، باز کردن دروازه های فرهنگی و غیره، به فروپاشی اون نظام میرسه. بنده طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، ولی ما بفهمیم اگر کسی میخواست اون نظام رو حفظ کنه، احتمالاً بر خود چاره دیگه هم نمیدید. احتمالاً آقای خامنه‌ای و اون ذهنیت بعدا هم فکر کار درستی کرده، چون وقتی سال 76 میگفتن اینها میخوان باعث انقلاب مخملی شن، تمام اون افرادی که اصلاح طلبان دوره اول بودن از کشور که خارج شدن واقعا به دنبال برانداز شدن رفتن، خب اون ذهنیت احتمالاً درست بوده. دوم مسئله این که یک بستر ژئوپلیتیک دیگه هم به وجود اومد. آقای بوش اومد، نو کانسرواتیو ها اومدن، یک تغییر ماهوی و کلی و کیفی در سیاست جهان بعد از 11 سپتامبر اتفاق افتاد. حالا زمانی که بوش به افغانستان حمله کرد، برام به عراق حمله کرد، دانشجویان آزادی خواه دانشگاه ایران داشتن مقاله و بیانیه میفرستادن به اسم، مینوشتن با امضای تمام انجمن اسلامی مختلف به اسم بهار تهران، و میگفتن بعد از بهار بغداد امیدواریم بهار تهران به همون شکل تلویحا با حمله نظامی بیاد. برای همین میخوام بگم ذهنیت دموکراسی محور در ایران از یک جایی به بعد آقای علیزاده اجازه بدیم، بهار تهران بعد نشریات جنبش دانشجویی نشریات تهران، من فکر نمی کنم سال 1982 دقیقاً 1982 چنین بیانیه. من به عنوان نقد نمیگم، دارم میگم که ذهنیت انقدر، من خودم به عنوان کسی از دانشجویان بودم، انقدر معطوف به مسئله آزادی و دموکراسی شد که فراموش کرد آزادی در بستری از امنیت به وجود میاد. اگر کشوری به اسم ایران نباشه، اگر ایران درگیر جنگ باشه مثل بالکان، مثل عراق، مثل همه این کشورها، مثل لیبی و یمن شه، درش دیگه دموکراسی و غیر دموکراسی هم معنایی نداره. من حالا من برگردم به اینجا. آیه علیزاده چند مسئله میگن امتیازهای کلان داده ایران. مخالفان دارن حرفای عجیب میزنن، از یک طرف میگن ایران داره امپراتوری منطقه‌ای میشه، از یک طرف میگن امتیازهای کلان داده. بر اساس گفته تمام حداقل روزنامه‌های آمریکایی، ایران در 6 ماه گذشته، یعنی حد در 3 ماه گذشته، حتی از لوزان به وین هم باز داره امتیازگیری میکنه. حالا این دفعه که فکت چیت به زودی منتشر خواهد شد، چیز مخفی نخواهد بود، ولی بر اساس گفته همه آگاهان، شما همین الان من شما آقای استیو فوربز رو میخوندم، من مخالفان رو در آمریکا میخوندم، معتقدن ایران از 2 سال گذشته که پای میز مذاکرات نشست تا به حال بسیار بسیار جلو نشینی کرده به جای اینکه عقب نشینی کنه. پس چند تا مثلا من خلاصه بگم. یک، آقای رفسنجانی اگر به ایشون بود، درها رو چنان باز می‌کردن که ایران به فروپاشی برسه. ایشون درکی از امنیت در شکل کلیش نداشتن، اونقدر شیفته وارد شدن به سرمایه‌داری به شکل کلانش بودن که در خود ایران شورش‌های شهری مثل اسلام شهر رو در سال 71-72 به وجود آوردن، تعدیل اقتصادی به وجود آوردن که نفرتش باعث برآمدن کسی مثل احمدی نژاد شد 10 سال بعدش. ایشون نگران نبودن، فقط می‌خواستن ایران رشد اقتصادیش در همون مقطع زیاد شه، و دوما میتونستن باعث فروپاشی کلی اجتماعی و سیاسی و امنیتی بشن. من حرفم اینه، آقای خامنه‌ای در مجموعه از
کنش ها و واکنش ها بوده. متاسفانه مرکز و مرکز ثقل سیاست ایران از سال 80 به این طرف پس از شکست اصلاحات به راست و راستر و راستر رفته، ولی یک از دلایلش هم اینه که گروه مقابلش یعنی گروه های آزادی خواه و دموکراسی خواه اونها هم اشتباهات بسیاری داشتن. از یک طرف سیاست جهانی هم میگردیم. سیاست جهانی هم به سمت جنگ طلبی و راستر رفتش. برمیگردیم به این بحث حتما آقای علیزاده با شما. آقای لیمبر سیاست جهانی ایجاب کرد، یعنی در واقع یکی از بحثایی که مطرح میشه این هستش که وقتی که در اون سوی میز در زمان آقای روحانی تیم آقای روحانی نشست، در این سوی میز آقای اوباما قبلا تعبیه کرده بود شرایط رو. درست، این البته از نظر آقای اوباما یه چیز تازه نیست. آقای اوباما که هنوز رئیس جمهور نشده بود، هنوز سناتور بود که در یکی از مناظرهشون با خانم کلینتون که اونم سناتور بود گفته که ما با ایران باید وارد گفتگو بشیم، یعنی کاری نداریم که این از اون رژیم خوشمون میاد خوشمون نمیاد، رژیم دموکراتیک غیر دموکراتیک، ولی به نفع در منافع آمریکاست که با این وارد گفتگو بشیم، با یک رابطه در یک اساس سالمتر قرار بدیم. البته خانم کلینتون مخالفت کرد، ولی وقتی که اوباما رئیس جمهور شد اون شده وزیر امور خارجه شد. سیاست پدر مادر نداره، همینه. ولی یه چیز تازه نیست، ولی چیزی که اصلا برای همه واضح است، یعنی شک نداریم، حالا این مذاکره فعلی به چی نتیجه میرسه یا نمیرسه برای کسی واضح نیست، ولی یه چیزی که واضح هست که در عرض این چند سال اخیر جو سیاسی و بین ایران و آمریکا به طور اساسی عوض شده. به صورت یه مثال کوچیک میذارم، مثلا وقتی که وزرای امور خارجه آقای کری و آقای ظریف جلسه دارن توصیف میکنن که این جلسه مثبت بود و سازنده. حالا شما فکر میکنین آقای صفی، فکر میکن آخرین باری که یک برخورد بین ایران و آمریکا به این صورت توصیف شده کی بوده؟ احتمالاً پیش از انقلاب. یعنی وقتی آخرین جلسه در سال 1979 بین آقای ونس و یزدی بود، اصلا بعد از انقلاب ولی به هیچ عنوان نه سازنده بود نه مثبت نه مثبت. حالا کسی نمیتونه انکار کنه که یه تغییر اساسی شده. حالا چرا شده؟ ما دیدیم که خب شاید مثلا زمانداران ایران نگاه کردن، همینطور که آقای اوباما نگاه کرد گفت این سیاست قبلی ما نتیجه مثبتی نداشت برای آمریکا، به منافع آمریکا به درد نمیخورد، یعنی این باید عوضش کنیم. حالا نتیجه سیاست ایران چی بوده در این 34 سال؟ یکی انزوا، یکی دشمن تراشی، یکی و یکی تنش و برخوردهای خشمانه با مشکلات نابسامانی اقتصادی. این نتیجه شون بوده. شاید مثلا بعد از 4-5 سال که اوباما این حرف رو زده، رهبران ایرانی همین نگاه کردن، یعنی خونسردانه نگاه کردن و دیدن که واقعا باید جهت رو عوض کنن. آقای حسین علیزاده، آقای علیزاده شما با ذهنیت دیپلماسی ایران آشنا هستیم، با بدنه و ساختارش. آقای حسین علیزاده البته شما با این ذهنیت آشنا هستین، سالها در کادر وزارت خارجه بودین. واقعا تعریفشون از امنیت این هستش که تضمین امنیت بین‌المللی بگیرن که بمانند، یا اینکه به این که میگن ما به مردم متکی هستیم، به آرای مردم متکی هستیم اعتقاد دارن و تضمین امنیت بین‌الملل رو چندان جدی تلقی نمی‌کنن؟ ببینید،
ما یک سیاست خارجی ایدئولوژی زده داریم. اتفاقا اون ایدئولوژی کوری که به درستی تعبیر به کار بردن آقای علی علیزاده، من میخوام بگم که بیایم مصداق پیدا کنیم که این ایدئولوژی کور در کجا خودش رو نشون داده، در کدوم یکی از این رهبران نشون داده. من میخوام بگم که ببینید، بحث ما اینجا بحث امتیاز نمره دادن، بگیم آقای هاشمی خوبه خامنه ای بده یا اینا نیستش، ولی میخوام بگم در دنیای ریل پالیتیکس داره بحثمون به اینجا کشیده شده. من میخوام بگم که شما نگاه کنید، آقای هاشمی رفسنجانی یه دونه مجمع تشخیص مصلحت دستش هستش، تو اونجا مرکز مطالعات استراتژیک درست کرده. آقای دکتر سیدالقلم عزیز فرهیخته ایران در اونجا بودش، آقای بسیاری از اساتید، حالا من اسمشون اینجا نبرم، همه رو اونجا جمع‌آوری کرده، محصولش ریاستش هم سپرده بود به یه آقای حسن روحانی، امروز شده رئیس جمهور. و همون اعضای تیم، همین آقای ظریف که خانه نشین شده بود تو همینجا آورده بودنش، مشغول به کارش کرده بودن، از نظراتش استفاده میکنم. ببینید با سیاست عملی کار کردن یعنی چی؟ یعنی شما بشینید مرکز مطالعات استراتژیک درست بکنید. با عربستان، معمار روابط با عربستان کی بوده؟ روابط با عربستان تو این سالها خراب شده که الان به این فاجعه ای که رسیده که جنگ شیعه و سنی و نیابتی داره اتفاق میفته، در توسط چه کسانی داره اتفاق میفته؟ شما نگاه کنید آقای هاشمی رفسنجانی از توی از دوروبری های آقای هاشمی رفسنجانی، کسانی که اوورد بالا، یکیش آقای خاتمی در اومده، یکیش آقای روحانی، هر دوی اینها قطعنامه بردن تو سازمان ملل. آقای خاتمی برد قطعنامه گفتگوی تمدن‌ها رو 2001 بود به نظرم، رفتش اجماع جهانی رأی گرفتش. آقای حسن روحانی هم رفتش توی مجمع عمومی قطعنامه ویو رو آوردش، پرهیز از خشونت، اصطلاحا ویو میگن، این هم اجماع جهانی آوردش، الا اسرائیل و آمریکا بهش رأی ندادن، ولی خب این همه بهش رأی دادن. احمدی نژاد رفت چیکار کردش؟ من اینجا بد نیستش خدمت شما اتفاقا برای خاطرات، بد نیست برای خدمت عزیزان بگم ببینید ما چه فاجعه‌ای بر سر کشورم افتاد. من اینجا میخوام دعوتنامه‌ای رو به شما نشون بدم که در سال 2009 سفارت آمریکا در هلسینکی برای به من فرستاده بودش و آقای اوباما یادتون هستش گفته بود که من تمامی دیپلمات‌های ایرانی رو دعوت می‌کنم به روز ملی ایران. ببینید یک رئیس جمهور آمریکا چه کار باید بکنه؟ حالا من روی این انولوپ، این روز ملی آمریکا منظورتونه، فورت آف جولای، دعوت شده بودن. حالا نگاه کنید، من خاطرات خودم رو اینجا نوشتم، خیلی خیلی سریع می‌خونم، فقط خیلی سریع بفهمید، خیلی سریع میخونم. روی اینجا نوشتم امروز 18 خرداد 88، هنوز انتخابات بحرانی به وجود نیامده، 18 خرداد 88 8 جون 2009 این دعوتنامه از طرف سفارت آمریکا در هلسینکی برای من ارسال شده است. تحول مهمی است پس از روی کار آمدن پرزیدنت اوباما، اما دستورالعمل از تهران به ما و کلیه نمایندگی ها این است از شرکت در روز ملی آمریکا خودداری شود. امروز آقای ظریف میتونه بشینه صحبت بکنه. اگر اون موقع آقای ظریف دستش بودش، اون موقع آقای ظریف رو برکنار نکنه، اگر دولت مخبط سر کار نیاورده بودن و تا همین امروز هم ازش دارن حمایت میکنن، خب وضع مملکت به اینجا رسیده که چه کنم بکنه، مردم ایران گشنه بشن. خب واقعیت مسئله رو باید ببینیم که چه کسانی به این کشور خیانت کردن، چه کسانی دارن کمک میکنن، وگرنه از خرجین آقای خاتمی خامنه ای فقط سعید جلیلی در میاد، علی باقری و نمیدونم محسن رضایی دیگه، غیر از این که کسی در نمیاد. برمیگردیم به ادامه این بس با شما. آقای علیزاده لندن، آقای علیزاده شما به مباحث توسعه اشاره کردیم، به مباحث سیاست خارجی، امنیت ملی اشاره کردیم، میدونین که همه اینها در واقع ادامه یک بحث بسیار مهمه، اینکه که نظام رفتاری مشروعیت پذیر و مقبولیت پذیر داشته باشه. آیا به اعتقاد شما نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه ای در 8 سال گذشته مسیر رو که برای در واقع رسیدن به توافق یا عدم رسیدن به توافق انتخاب کرده بود، منطبق بر خواستهای مردم ایران بود؟ مشروعیت پذیر و مقبولیت پذیر سوالای سختی اینجا، برای اینکه باز هم میگم ما تو خلأ که حرف نمیزنیم، که همین
صدای آمریکا، از اون ور شبکه‌های دیگه. خب بالاخره اینها روی مقبولیت شما وقتی 24 ساعت بگذارید و بگن که همه کارهایی که از بالا تا پایین این نظام که مطمئناً توش خطاها که چرس کنم توش جنایت انجام شده، آقای علیزاده ما تو خلأ صحبت نمی‌کنیم. آقای علیزاده اجازه بدید ما تو خلأ صحبت نمی‌کنیم. اجازه بدید آقای علیزاده، درسته که ما تو خلأ صحبت نمی‌کنیم، امر انتزاعی که نیستش که. درست، حرف شما کاملاً درسته، من حرف شما رو می‌پذیرم، حرف انتزاعی نیست. اما قطعنامه تحریم بین المللی هم حرف انتزاعی نبود، یعنی مشخص بود که پیامد تحریم چیه. درست، ببینید باشه، ولی تو ذهنیت ایشون چی بوده؟ احتمالاً ذهنیت کسایی که حاکمیت ایران بودن دنبال این بودن که مردم بیان مثل همون دهه 60 پشت سرش هم وایسن. مثلا اینکه قبول دارم نتونسته جمهوری اسلامی تا حد زیادی عدم نوسازی ایدئولوژی خودش رو پس از فوت آیت الله خمینی دست کم گرفت. یعنی در دهه 60 اگر چنین اتفاقی افتاده بود چه بسا حداقل نیروهای وفادار به نظام هم پشتش وای میستادن، گشنگی هم میکشیدن و پای تحریم ها هم وای میستادن. دهه 80 دوره دیگه ای بود، دوره ای بود که دیگه رابطه بخش های اصلی جامعه ایران با نظامی که حالا اصلش اشرافیت و غیره هم در آمده بود متفاوت بودش و همین من معتقدم که مقبولیت بسیار کمتر بود. با این حال به عنوان منتقد و مخالف احمدی نژاد معتقدم که هیچ کس به ویژه اصلاح طلبانی که من خودم بهشون نزدیک میدونم هیچ وقت کارکرد احمدی نژاد رو نفهمیدن. به نظر من کارکرد احمدی نژاد که سال 84 به دوپینگ شد که به قدرت برسه این بود که بیاد اون مقبولیت رو ایجاد کنه از طریق پاپولیسمش، از طریق تقسیم یارانه و غیره و غیره. اما اجازه بدید من برای اینکه فقط شنونده این برنامه نباشم دو تا سری جواب هم با آقای لیمبرت بدم و آقای علیزاده. یک، آقای لیمبرت معتقدن که این نظام فقط میگم دنبال جیب خودشون بوده و غیره و غیره. من معتقدم که این نظام اگر بخواد بمونه مجبوره که یه مقدار نگاهش استراتژیک تر باشه. ما داریم فریب حرفای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی میخوریم. پشت اون پرده ایدئولوژیک نه تشیع نه هیچ چیز دیگه، نظام سیاسی یک ماشینه، چه آمریکاییش، چه ایرانیش، کره شمالیش، چه روسیش، یک ماشینی که حفظ خودش، بقای خودش اصل اولشه. به چه معنی؟ به این معنی که خب در آمریکا هم وقتی 1500 میلیارد دلار خرج جنگ عراق بود، مسلماً آقای دیک چینی و هالی برتون بیشتر سود بردن از یک سرباز جنگ که رفت و مجروح شد و غیره. من اونجا مسلماً تقسیم منافع متفاوته. اما آقای لیمبرت اگر در ایران دولت سکولار سر کار بود از سال 57 به بعد که میخواست مستقل بمونه، مستقل، این مسئله مهمیه، میخواست مستقل بمونه، یعنی از حالت دولت غرب، طرفدار غرب رژیم پهلوی تبدیل به دولت مستقل، آیا آمریکا تحملش میکرد؟ جواب اینه که نه، چون دولت مصدق رو هم تحمل نکرد. پس درون چارچوب های ژئوپلیتیک و رئال پلیتیک، سیاست واقعی منطقه پر دردسری به اسم خاورمیانه، آمریکا با دولتی مستقل مشکل داشت. آقای مایکل هایدن رئیس سابق سازمان سیا که شما باید بشناسینشون در زمان کلینتون و بوش هفته پیش در ایران تاسک فورس گفتن مسئله ما ایران و سلاح اتمی نیست، مسئله ما کشوری به اسم ایرانه. حالا من با آقای علیزاده برگردم. آقای علیزاده فقط با رعایت وقت به دلیل اینکه هم آقای لیمبرت میخوان پاسخ بدن هم آقای علیزاده از فنلاند. حتما. ببینید بازم من میگم این الان بدترین وضعیتیه که ما بخوام در مورد این قضیه حرف بزنیم. دو تا کمپ درست شده اینجا، یکی بگه آقای خامنه‌ای درست انجام داده که آقای رفسنجانی درست انجام داده، هیچ کدومشون درست انجام ندادن، هیچ کدوم. همه حرف من چیه؟ قضیه نه به سفیدی چیزی که خود آقایون در تلویزیون جمهوری اسلامی میخوان بگن و قضیه رو لانسه کنن و خرابکاری‌ها رو بپوشونن، نه به اون سیاهی که مخالفان دارن میگن. و تو این سیاه و سفید که دو طرفش ایدئولوژیکه ما نمیتونیم درک کنیم چه اتفاقی داره میفته و برای همین نمیتونیم ببینیم در آینده چی میشه. همین آقای ظریف که من از حرف دیروزشون بسیار کیف کردم، گفتن که با ایرانی به زبان تهدید صحبت نکنید و این رو بعد از 36 سال فهمیده باشید، همون کسی که در کنفرانس بن افغانستان رو که درش 21 سال 22 سال هزینه از جیب مالیات دهندگان ایرانی بود و پول نفت ایرانی بود، سرمایه گذاری استراتژیک ایران در افغانستان، همین آقای ظریف دیپلمات بزرگ افغانستان دو دستی تقدیم آمریکا کرد، چون ایران ترسیده بود آقای کرزایی رو آوردن حتی به نفع نیروهای اجتماعی طرفدار ایران، یعنی هزاره ها و تاجیک ها امتیازی نگرفتن. همین آقای روحانی که الان خیلی بزرگ شده در سعدآباد واقعا منافع ایران رو کنار گذاشتن، چون ترسیده بودن میخواستن تحریم ها رو زودتر خلاص کنن ازش و میگن وارد همون فضای اقتصادی و غیره شن.
این بالاخره تغییر موازنه قوا در خاورمیانه که یکیش هم آقای قاسم سلیمانیه، یکیش هم اشتباهات بسیار زیاد آمریکا در عراق و افغانستان. اگر آمریکا در عراق و افغانستان شکست نخورده بود ایران به این نقطه نمی‌رسید. ممنونم، اجازه بدید چون فرصت ممنون فرصت برنامه کمه، آقای لیمبرت شما بفهمید. والا به نظر من آقای علیزاده یه سوالی مطرح کرده که آیا آمریکا حاضر بود مثلا یه دولت غیر مذهبی در واقع سوال آقای قبول کنه، خودش جواب به سوال خودش جواب داد. یعنی خودش اصلا کاری نداره که من بنده چی جواب بدم چون خودش دیگه جوابشو بهتر از بنده میدونه. ولی مسئله اینه که آقای حسین علیزاده اشاره کردن و مسئله فرصت ها از دست داده، مثلا اشاره کرده به دعوتی که آقای اوباما فرستاده. خب به دلایلی که خب شاید برای ایشون واضح مشخص باشه، ایشون بهتر میدونه که در اون زمان نمیدونم به چی دولت جمهوری اسلامی آماده نبود برای اون حرفایی که آقای اوباما میزد. حالا چرا آماده نبود، ولی میگفت ما آماده ایم در مثلا در پایه منافع مشترک با احترام متقابل بدون پیش‌شرط وارد مذاکره بشیم. حالا چرا رد کردن؟ آمده میترسیدن، شک داشتن، نمیدونم، ولی حاضر نبود. و تقریبا تاریخ این 35 سال رابطه دو جانبه متاسفانه یک تاریخ فرصت‌های طلایی از هر دو طرف البته از دست رفته. آقای حسین علیزاده بفهمید. بله، من خلاصه صحبت میکنم. یک پاسخی به آقای لیمبرت بعد به همنام عزیزم. عرض به حضور شریفتون که در این که از پرسیدن شاید حسین علیزاده بهتر بدونه چرا این فرصت ها از دست داده، راست من دلیلش خوب میدونم، خیلی خوب میدونم دلیلش. اینجا برای شما میگم کسی که دم از مذاکره با آمریکا میزنه، من عین متن صحبت های آقای خامنه ای رو دارم، کسی که دم از مذاکره با آمریکا میزند یا الفبای سیاست را از الفبای سیاست چیزی نمیداند یا از الفبای غیرت. بله، این سخنرانی یعنی مهم آقای خامنه ای. بله، صحبت آقای خامنه ای. یعنی یه دیپلماتی که میخواستش یه اندک گشایشی ایجاد بکنه میبایسته یا خودش رو باید بی غیرت میدونسته یا باید بهش میگفتن بدون سیاست. آقای خامنه ای در جای دیگه میگه که مذاکره ایران و آمریکا قطعا انقلاب اسلامی رو وارد فضای تازه‌ای میکند، باید وضع موجود را پذیرفت و با عوامل به وجود آورنده آن همکاری که با این وضع انقلاب ضد استعماری ما به زانو در آمده است. حضرت امام آن را مساوی دست کشیدن از اسلام میدانستند. ممکن است بعضیا بگوین خب با قدرت ها باید ساخت، ولی باید بدانن که سازش نابودی تا آخر است، دفن اسلام است، دفن اسلام تا آخر دنیاست. آقا شما نگاه کنید انسان تو یک فضای ایدئولوژی، اون ایدئولوژی کور رو اینجا باید پیدا کرد. وقتی دنیای سیاست با ایدئولوژی گره بخوره، هر جای دنیا باشید شما به تله ایدئولوژی گرفتار میشید. خب حالا امروز هم ایشون فرمایش نرمش قهرمانانه دادن، یه جواب حرف دیروز خودشون دادن که اسلام پس فردا دفن میشه، قرار بعد از این مذاکره اسلام دفن میشه الی ابد تا آخر دنیا. خب ببینید، من میخوام بگم برگردم به حالا صحبت آقای علی علیزاده. ایشون گفتن که تعبیر درستی به کار بردن که بین آقای خامنه‌ای و بین آقای هاشمی رفسنجانی هیچ کدوم درست عمل نکردن. این که یه امر واقعیتی هستش. اون چی که من دارم میگم در اینجا این هستش که ببینیم که مشکلی هستش که کدومشون بدتر عمل کردن. این که یک سیاستمدار اشتباه بکنه بد عمل بکنه یه امر بسیار طبیعی. شما یک سیاستمدار در طول تاریخ دیپلماسی پیدا نمی‌کنید که اشتباه نکرده باشه، اصلا امر طبیعی، مثل یه راننده پیدا نمی‌کنید. آقای علیزاده بفرمایید. ببینید، بیاین اون کلمه ایدئولوژی اسلام تشیع و همه رو برداریم. آقای لیمبرتون جواب من رو ندادن. من جوابم اینه که اگر دولتی سکولار در ایران بود حتما آمریکا همینقدر باش متخاصمانه انجام رفتار میکرد تا اینکه به این نقطه صلح برسیم. چرا ایران رو بگذارید کنار، تشیع و همه رو بذارید کنار، جاش بذارید اوکراین یا بلاروس یا یکی از کشورهای نزدیک به روسیه، دیکتاتور بزرگ آقای پوتین، تفاوتی نخواهد کرد. مسئله اسلام و غیر اسلام نیست، مسئله بازمانده روابط ژئوپلیتیک بین الملل پس از
جنگ سرد، اینها در ایران و آمریکا ستیزشون کجا شکل گرفت؟ در بحبوحه جنگ سرد. پس از اون بعد این روابط دوباره تعریف میشد و هنوز تعریف نشد به خاطر مسائل دو طرف. اما اگر در دهه 70 که اولا عجیبه، آقای رفسنجانی کسی که در زمانش تمامی سفرهای اروپایی از ایران خارج شدن، من همه حرفم اینه که واقعا اسلام به کنار، اسلام به خطر نمیافتاد. اما اگر اون دیپلمات هایی که شیفته غرب بودن و میخواستن فقط در رو باز کنن این کارو کرده بودن در دهه 70 یا پیشتر، قبل از اینکه ایران از نظر نظامی و امنیتی قوی باشه، مطمئن باشین در ایران فروپاشی انجام میشد. این نگاهی که ما بعد میپذیرفتیم و از اینجا وارد دیالوگ با اقتدارگرایان میشدیم، نه اینکه کلا امنیت رو کنار بگذاریم. وقتی هم از کشور چرا نمیگید الان ایران از نظر اقتصادی ضعیف شده؟ ایران الان شده کشور برهوتی که مردم دارن کلیه‌هاشون رو برهوت که تعریف اجازه بفرمایید آقایون علیزاده، اجازه بفرمایید آقای علیزاده ها، در واقع من عذرخواهی میکنم، تقریبا ما کمتر از 3 دقیقه به پایان برنامه داریم، فکر میکنم کمترین فرصت هم با آقای لیمبرش رسید که اینجا تشریف دارن و من امیدوارم که عذرخواهی بنده رو هم بپذیرن. آقای لیمبرت، به هر صورت سوال پایانی که مطرح هست با توجه به تمامی تفسیرهایی که سرعت گرفت، نقش کدوم نهاد بیشتره؟ بفرمایید نقش دولت، دولت‌هایی که در واقع در طول سال‌های گذشته هستن. آقای ما در فیسبوک افق پرسیدیم، آقای علی حسین علیزاده از آقای هاشمی رفسنجانی شروع کردن، شاید به تعبیری هم درست باشه به خاطر اینکه بحث اتمی از اونجا کلید خورد. بفرمایید که نقش دولت‌ها مهمه یا نقش آیت الله خامنه‌ای؟ آقای لیمبر، همون بخش همون گروه 25 نفره که میگم 35 سال همون رو کاره و همین برنامه ادامه و تقریبا تصمیم گرفتن به خاطر بقای خودشون با مجبورن جهت خط مشرق سیاسی رو تغییر بدن. آقای علی علیزاده لندن، بفرمایید. از اونجایی که پیش شرط برقراری دوباره رابطه با آمریکا و پیوستن به نظام جهانی، پیش شرطش برای محافظه‌کاران ایران از جمله آقای خامنه‌ای ورود به این نظام با اقتدار و با حفظ امنیت بوده، بله آقای خامنه‌ای در این دهه گذشته مهمتر از بقیه بوده. ولی اتفاقا یک هر جمله دیگه هم بگم، چون من فکر کنم در این برنامه اونقدر حرف نزدم، پارادایمی بزرگ داره عوض میشه، پارادایمی در منطقه و در جهان و همه وحشت زدن، هیچ کس تغییر درست دوست نداره. 2 سال دیگه همین برنامه رو ما بذاریم اینجا، همه از ایران طور دیگه حرف میزنن، از ایدئولوژی اسلامی و شیعه هم دیگه اونقدر یادی نخواهد شد، ایران کشوری عادی و به تدریج غیر ایدئولوژیک خواهد شد. یعنی شما میگین که یکی از پیامدهای این توافق میتونه این باشه که ایدئولوژی زدایی شده باشه از زمانی که ایران به امنیت، زمانی که هر چقدر امنیت ایران بیشتر باشه و پس از اون بتونن سرمایه رو با حفظ امنیت بدون ترس از فروپاشی به روش شوروی یا بلوک شرق بدون اون ترس انجام بدن، به تدریج روی ایدئولوژی کم به نظرم میشه الگوی چین. آقای علیزاده، آقای حسین علیزاده بفرمایید. الگوی چینه آقای حسین علیزاده بفرمایید. یک دقیقه. آقای علیزاده موافق هستم که امنیت شرط اصلی هستش، ولی برای اینکه درک درست از امنیت داشتیم، من اصلا امنیت رو نه در هسته‌ای میدونم نه در چیز دیگه میدونم، امنیت رو در سخن آبراهام لینکلن میدونم که میگه a government for the people by the people shall never perish from the earth. اگر که حکومتی از مردم برخواسته شده باشه، برای مردم باشه، این کشور هرگز نابود نخواهد شد. و اون چه که ما پس چرا بودجه امنیتی، پس چرا اجازه بفرمایید آقای علیزاده، تمام کشورهای دیگه است، آقای علیزاده، آقای علیزاده، آقای علیزاده اجازه بفرمایید، آقای علیزاده اجازه بفرمایید، آقای حسین علیزاده من پاسخم رو نگرفتم، پاسخ پرسش رو شما بفرمایید. پاسخ من این هستش که دولت‌هایی که مبنای برآمده از قدرت واقعی مردم باشن، مثل اون که در انتخابات 92 دیدیم یا در انتخابات آقای خاتمی دیدیم، اینها نقش برتر رو دارن. دولت‌های تصنعی که آقای خامنه‌ای اول سر کار، مثل آقای احمدی نژاد بودش که کشور رو برای 100 سال ممنونم از هر سه میهمان برنامه، جان لیمبرت در استودیو با ما، علی علیزاده از لندن و آقای حسین علیزاده از فنلاند. همراه خبرها با صدای آمریکا باشید. شب بر همه شما خوش. ممنون.